تو این برنامه میخوایم ما هم دیگه یاد بگیریم چجوری یه چیزی رو بزرگ کنیم، دراز کنیم. نمیدونم چیه درستش و نمیدونم چی میشه. سلام مامه، حالتون چطوره؟ توی برنامه میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم با پرسپکتیو توی فتوشاپ کار بکنیم و یه چیزی رو افزایش طول بدیم، یعنی در حقیقت زاویهش رو یه جوری درست بکنیم که ارتفاعش به نظر بلندتر بیادش. قبلا یه دونه ویدیو اینجوری درست کرده بودم راجع به یه دونه جعبه که میتونستیم بچرخونیمش و جهت‌های مختلفش رو در حقیقت نشون بدیم. حالا اینجا میخوام بهتون یاد بدم با همون روش چجوری یه کاری بکنیم یه چیزی بلندتر نشون داده بشه. کریسمس هم تبریک میگم خدمت هممیهنان مسیحی زبانمون. چی گفتم؟ هممیهنان مسیحیم، فارسی زبانان مسیحیم. می بک‌گراند براتون درست کردم، درخت و گل و بوته. یه چند وقتم بود ویدیو نذاشته بودم، مثلا هیچ بیحالی دا خداییش. خب خیلی حرف نزنید، بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. یک دو سه، یک دو سه. خیلی خب بریم سراغ درسمون. قضیه از این قراره اگه شما بخواید یه ساختمونی رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست رو نشون بدید، مجبورید که از زوایا استفاده بکنید. برای اینکه بتونید زاویه‌ها رو تو فتوشاپ تغییر بدید، اولین کاری که می‌کنید یه دونه کپی از لایه‌تون می‌گیرید، دومین کار از منوی ادیت گزینه پرسپکتیو رپ رو انتخاب می‌کنید. خیلی خب اینو ببندیم. کاری که باید بکنید اینه، یه دونه مربع می‌کشید اینجا و گوشه‌هاش رو یه ذره بیرونتر از اون چیزی که هستش قرار میدید. مثلا برای وسط ساختمون یه مقدار بالاتر میارید، گوشش هم یه مقدار اینجا بیرونتر میذارید. توی قسمت پایینش هم همینجوری نسبت به زاویه ساختمون یه مقدار وسطش رو پایینتر از سقف و پایین سمت چپش رو ببینید، اینجوری به زاویه پنجره ها رو دقت بکنید زاویهش چجوریه که شما بتونید زاویه رو به دست بیارید. مجدداً یه دونه مربع میکشید اینجوری، گوشش رو اگر نزدیک بکنید به این طرف اون مربع قبلی که کشیدید، ببینید خودش تشخیص میده که اینا توی یه زاویه است. حالا بالا سمت راستش رو مثل دفعه قبل یه ذره بیرون تر انتخابش میکنید، میتونید زوم بکنید و اینا رو انتخابش بکنید و پایینش هم مجدداً دقیقاً هم راستای پنجره ها یه مقدار کشتر انتخابش میکنید. حالا روی گزینه رفت این بالا سمت چپ کلیک میکنید و فقط کافیه که گوشه سمت چپ و راست رو یه مقدار به داخل بکشید، یه ذره بالاش هم میاریم پایین و گوشه سمت چپ و راست رو به داخل میکشیم. همونجور که میبینید زاویه کلی ساختمون خیلی بلندتر به نظر میرسه. حالا اگر که لایه زیری رو ما حذف بکنیم، میبینید که اگه قبل و بعدش رو ببینید چه تغییری کرده. خیلی خب، حالا واسه اینی که بتونیم آسمونمون رو اصلاح بکنیم یه راهکار ساده هستش. کنترل رو نگه می‌داریم روی لایه جدیدمون، یه دونه کلیک می‌کنیم که به حالت انتخاب در بیاد. مجدداً یکی از ابزار سلکت رو انتخاب می‌کنیم، دکمه سمت راست و وسط صفحه می‌زنیم و سلکت اینورس رو انتخاب می‌کنیم که انتخابمون برعکس بشه. حالا از قسمت سلکت توی قسمت مودیفای می‌ریم و اکسپاند رو انتخاب می‌کنیم. یه عددی بین 5 تا 10 به نظرم مناسب میاد. این به خاطر اینه که یه مقدار انتخابمون به بالاتر بره. خیلی خوب، حالا فقط کافیه که از قسمت ادیت ها روی گزینه کانتنت اورفیل کلیک بکنی. من هیچ تغییراتی رو اعمال نمی کنم، فقط اینجا حواستون باشه اوتپوتش روی نیو لیر روشه که روی لایه جدید اتفاق بیفته و گزینه اوکی رو بزنید. حالا با کنترل دی یا دکمه سمت راست دی سلکت میتونید ببینید که کل آسمونمون هم درست شده. اگه خواستید میتونید با کراپ اون قسمت هایی که خیلی خوب درست نشده رو کوچیک‌ترش بکنید. خیلی عالی شد. حالا میتونید قبل و بعدش رو ببینید. واقعا معجزه اتفاق افتاد، نه؟ خیلی خوب، دمتون گرم. حالا که یاد گرفتید بلندش بکنید، بزرگش بکنید، یه لایک و کامنت هم ما رو مهمونمون بکنید، شیرم بکنید برای دوستاتون تا اونا ببینن حالشو ببرن. ای کسانی که از یوتیوب هم نگاه میکنید، اون زنگوله چیه بغلش هم بینگ بزنید که همیشه از آخری آموزش‌های من با خبر بشید. بله، تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Speed show.